سرخط چند خبر مهم در لابلای گزارش ها از افغانستان و جهان. ریاست اجرایی افغانستان با تأکید بر اهمیت نشست چهار جانبه صلح، تلاش مؤسسه تحقیقاتی پگباش در راستای صلح افغانستان به رسمیت نمی شناسد. واشنگتن و ایالات شرقی ایالات متحده در تلاش و مجادله با بقایای طوفان برفی است، اما کانگرس ایالات متحده در این هفته در مورد تغییر اقلیم بحث می کند. گزارش در این مورد و گزارش از یک تلاش تازه زنان ورزشکار افغان در راستای بهبود ورزش. سلام، خسته نباشین. با برنامه خبری این ساعت از تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز دوشنبه پنجم ماه دلو سال 1394 هجری خورشید است که برابر میشه با 25 ماه جنوری سال 2016 میلادی. من احمد سیرزیا به اتفاق همکارانم در نیم ساعت با شما خواهیم بود. حکومت افغانستان بار دیگر هشدار داد که در گفتگوهای صلح با طالبان هیچ گونه پیش شرط قابل پذیرش نیست. معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید دولت افغانستان با آنان گفتگو میکند که از جنگ و خشونت دست بردارند و قانون اساسی و دستاوردهای 14 سال اخیر را به رسمیت بشناسند. با تازگی نمایندگان طالبان در نشستی که به میزبانی مؤسسه تحقیقاتی پگواش در قطر دایر شده بود، پیش شرط‌های تازه‌ای را برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان با حکومت افغانستان مطرح ساختند. حسیب مودودی در این مورد گزارش می‌دهد. در نشست پگواش که به روزهای شنبه و یکشنبه در قطر برگزار شد، نمایندگان طالبان پیشرت‌های تازه‌ای را برای پیوستن به روند صلح افغانستان مطرح ساختند. به رسمیت شناختن دفتر سیاسی طالبان در قطر، خارج کردن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و حذف جوایز تعیین شده برای بازداشت یا از بین بردن آنان، آزادسازی زندانیان طالب و پایان بخشیدن به تبلیغات بر ضد طالبان از جمله این پیشرت‌ها هستند. و این واکنش ریاست جمهوری افغانستان در این باره. گروه هایی که بخواهند بالای ما شرط بگذارن، او را مردم افغانستان قبول نمی کنن. گروه هایی که بخواهند و یا میمونه موضوع رفع تعزیرات و یا بیرون شدن از فهرست سیاه ملل متحد، او شرایط خاص خود را داره، او معیارهای خاص خود را داره که کاهش خشونت می باشه یا به طور مثال پذیرفتن سلسله اصول و قواعد می باشه که او تصمیم یک فرد یا یک گروه نمی باشه، او به سطح جهانی مطرح میشه به خاطر که سازمان ملل متحد سازمان جهانی می باشه. ریاست اجرایی هم واکنش همانند ریاست جمهوری دارد. اینکه حکومت افغانستان هیچ پیش شرطی را در گفتگوهای صلح نمیپذیرد. حکومت افغانستان ضرورت کنفرانس های همچون پگواش هم نمیبینه، چون پیش از این حکومت افغانستان به پاکستان، امریکا و چین جلسه چهار جانبه را برگزار کرده، این در آینده هم برگزار میشه و اونو فرصت خوب است برای گفتگوهای صلح افغانستان که در اوج تمام مواردش صحبت شوه و راه حل‌های مناسب برای گفتگوهای صلح در افغانستان پیدا شوه. طالبان بارها خروج نظامیان خارجی و تعدیل قانون اساسی افغانستان را از پیشرت‌هایشان برای آغاز گفتگوهای صلح عنوان کردند، اما پرسش این است که این بار چی سبب تغییر پیشرت‌های این گروه شده است؟ طالبان تقسیم شده به گروه‌های مختلف. دو، طالب یگانه گروهی نیست که علیه دولت افغانستان جنگ می‌کنه، ظهور دانش. سوم، بالفعل مذاکرات وجود دارد و در این مذاکرات به طور مستقیم ایالات متحده آمریکا و چین وارد مذاکره شده. طبیعتاً باید موازی فرق کنه. شورای عالی صلح نیز میگوید که برای حل تنش‌ها و پایان خشونت‌ها در هر نشستی که برگزار می‌شود، باید تمامی طرف‌ها شامل باشند تا الزامیت به میان آید و در نهایت طرح‌های صلح عملی شوند. تا مو حد درست که افغان‌ها بین خود بشینن و مسائل خود را علاجی کنن و سرش باز کنن و دو به اصطلاح هم مشکلات خود تبارز بتن، لیکن نتیجه وقت میته و تطبیق وقت میشه که هر دو طرف قضیه در موضوع شامل باشه و حالی که چون یک طرف قضیه نیست، باز این تطبیق شدنش مشکلات داره. طالبان همچنان گفتند که روی مسائل مربوط به نیروهای خارجی به ویژه آنچه که مربوط به آمریکایی ها می شود، باید مستقیما میان طالبان و آمریکا بحث گفتگو شود و آنچه که مربوط به افغان ها می شود، افغانان آمادگی و ظرفیت حل آنها را دارند.
هرچند حکومت افغانستان حل مشکلات برخواسته از حراس افغانی و طالبان را در نشست چهار جانبه جستجو میکند. سید اسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. طالبان با شرکت در نشست دوحه ظاهرا نشان دادند که مایل به اشتراک در مذاکرات صلح هستند، اما تحت شرایطی که برای آنان مورد پذیرش باشد. حکومت افغانستان نه تنها پیش شرط های طالبان را نپذیرفت، بل نشست به ابتکار مؤسسه پگواش را فاقد ارزش رسمی خواند. آیا گفتگوهای صلح با نظر داشت این وضعیت ممکن است؟ جهت بررسی این موضوع با محترم بشیر احمد بیژن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که همکنون در استودیوی کابل حضور دارند، بحث می‌کنیم. آقای بیژن، سلام بر شما، تشکر از وقتتان. واکنش حکومت افغانستان و یا هم ریاست جمهوری افغانستان را شما هم شنیدین. اینا با وجود از اینکه پیش شرط‌های طالبان را غیر پذیرفتنی می‌دانند، تلاش مؤسسه پگواش را هم بی‌ارزش و یا هم غیر رسمی در نشست دوحه عنوان میکنن. شما چی فکر میکنین این دوگونه موقعیت گیری چی پیامدی را در برابر مذاکرات و صلح داشته میتونه؟ عرض ادب و سلام دارم برای شما با آرزوی بیداری مردم افغانستان. آنچه طالب میگه در این مرحله بسیار واضح هست که طالب تریبیون یا بلندگوی استخبارات پاکستان است و استخبارات پاکستان در همچو مواقع برای دنبالدار ساختن داستانهای صلح افغانستان عناوین را مطرح میکنه، ابتکار میکنه و بعدش از طریقه های مختلف او را مطرح میکنه که ما یعنی مردم مظلوم افغانستان بیشتر مصروف شوند و فرصت ها از دست ما بره و پاکستان در صدد فرصت یابی برای خودش برای ادامه توطئه ها و جنایتش در این سرزمین با براحتی بتانه اقدامات را انجام بده. اما در قضیه سازمان به نام پکواش، ما هم به عنوان کسی که در این دور 14 سال برای نخستین بار در افغانستان فعالیت های سیاسی را از زاویه اپوزیسیون سیاسی آغاز کردیم، مشکوک به نظر می رسه. دعوت فیگورهایی که فاقد فکر هستند، دعوت فیگورهایی که جایگاه مردمی ندارن و دعوت اشخاصی که به صورت مستقیم متهم به خیلی از مسائل در 14 سال پسین است و نادیده گرفتن جایگاه شخصیت‌های متفکر ملی، شخصیت‌های متنفذ ملی و شخصیت‌های با اعتبار سیاسی، این خودش شک برانگیز است. یعنی افاده چنین است که این گونه اقدامات از سوی نهادهای به مانند پکواش هم به اراده دریافت رای برای صلح نیست. با معذرت، جواب خیلی کوتاه شما در اول دادین، یعنی وقتی نام از پاکستان گرفته میشه و وقتی مذاکرات صلح افغانستان رویش بحث میشه، افغان ها تا یک حد تلقین شده هستن. وقتی پاکستان میگین مذاکرات صلح میگین، شاید اغلب به این باور هستن که تا پاکستان نخواهد نتیجه مطلوبی به دست نمیه و شما هم بهش اشاره کردین که میخوان پروسه را به درازا بکشن. ولی حکومت افغانستان تاکید میکنه که نشست چهار جانبه معجز و شما خودتان در جریان هستین که پاکستان نقش کلیدی را در نشست چهار جانبه که حضور چین و ایالات متحده هم درش درشت است داره، با تاکید ایالات متحده و چین که پاکستان خواستار همکاری جدی هستند. شما چی فکر میکنین وقتی طالب در یک جلسه حضور پیدا میکنه، پیش شرط خود بیان میکنه، چرا حکومت افغانستان در اونجا حضور باید نداشته باشه و یا هم نمیخواد داشته باشه؟ اجازه بدین با پوزش یک تصحیح بکنم برای آنچه که شما مطرح کردین. هیچگاه چنین باوری وجود نداشته و نداره که صلح افغانستان مربوط به اراده پاکستان یا عدم اراده پاکستان است. نه، ابزار رسیدن به صلح منهای ازی است و بیشتر این مربوط میشه به اراده سران حکومت افغانستان، دولت افغانستان و مربوط میشه به اراده مردم افغانستان. ما ابزارهای بسیار علمی و منطقی برای رسیدن به صلح داریم، اما اراده در نزد خود ما احساس نمیشه، به این خاطر است که کار ما به دشواری ها کشانیده میشه.
این یک مسئله. بحث دیگه که چرا دولت افغانستان این گونه برخورد میکنه، قاعده اصلی از نظر ما این است که خود دولت سردرگم عمل میکنه، یعنی در تاریکی مشت میزنه. دولت موجود بر ریاست آقایان غنی و عبدالله هیچ گونه برنامه و استراتژی برای سال نداره. یک کارهایی را که انجام میده مسئول ذهن فردیشان است. ما بارها به اینا گفتیم که برای رسیدن به سال وارد یک استراتژی شوین. بازم با معذرت، شما نکته اساس را برش اشاره کردین و شما یکی از منتقدین سرسخت به نیست اپوزیسیون حکومت افغانستان هستین. ما شما را نمیخوایم سوال ما بازمون بکشن شما را در این مورد، فقط ازتان سوال ساده تر دارم. طالبا پیش شرط دارن بر صلح و بر اولین بار صلح را رد نمی کنن. شما چی فکر میکنین پیش شرط هایی را که طالبان گذاشتن روی میز آیا واقع بینانه و قابل پذیرش بوده میتونه یا خیر؟ من اگر شما فکر بکنین که پاکستان کارش نه. در اینجا نیست، دخیل نیست و طالبا من ایسه افغان ها پیش شرط دارن. ما یک بار دیگه تاکید میکنم که پیش شرط طالبان مربوط میشه به آجندای پاکستان، یعنی که پیش شرط موجود به هیچ عنوان منطقی به نظر نمیرسه. خب به فرض مثال جنایتکارا را از زندان رها کردیم، این روند صلح متوقف شد یا برعکس شد، بازی این جنایتکارا پس دوباره حاضر هستن به زندان برن؟ شما ابداً چنین نیست. فقط غیر منطقی آقای بیژن با معذرت، در هیچ جای صلح نمی گنجه. هرچند که شورای عالی صلح که تا حد فلج هم است کارشان، ولی کسایی هستن در داخلش که گویا خیرخواه حکومت افغانستان هستن، اونا هم پیش شرط گذاشتن چی از طرف طالب و چی از حکومت افغانستان باشه صدر راه بهتر شدن روند مذاکرات میدانن. اما از سوی دیگه هم شورای عالی صلح میگن که منطقی است که بپذیریم که طالب باید آدرس داشته باشه. شما به نیست یک افغان، نه اپوزیسیون حکومت افغانستان، آیا خواستار از این هستین که طالب یک آدرس دقیق و به رسمیت شناخته شده داشته باشه؟ متاسفانه شورای عالی صلح پیوسته متاثر از افکار طالبانی بوده تقریبا، برای که در اونجا عملا کسایی است که از موضع جنایتکارا دفاع میکنه، ایره ما بار بار دیدیم. طالب در این منطقی در زمانی بود که طالب آدرس میداشت که طالب یک تفکر ملی میبود، یک برنامه ملی میداشت، یک ساختار تشکیلاتی میداشت. طالب که یک مزدور است، یعنی یک لشکر مزدوری که پس برای آقای بیژن شما چی فکر میکنین؟ حکومت پاکستان یا ایران؟ با معذرت، من نمیخوایم بیننده ها را از هانشان مخشوش بسازیم. شما حکومت افغانستان را نقد میکنین، میگین فاقد بلان است، فاقد برنامه است و در تاریکی مشت میافکنه. طالبا را میگین مصدور است، باید پیش شرط هم نداشته باشه. اگر شما رهبر افغانستان میبودین آقای بیژن، نه اپوزیسیون حکومت، نظر کوتاه و طرحی را که شما پیشنهاد میکردین بر رفع همین مشکل چی بوده میتونست؟ انسجام مردم افغانستان که کاملا صورت گرفته به صورت طبیعی و بسیار طبیعی مردم افغانستان در خصوص پاکستان و ابزار پاکستانی اجماع ملی پیدا کردن، اجماع منطقه و اجماع جهانی افغانستان به سادگی میتونه نجات بده. اگر من رهبر افغانستان می بودم، چنان که در انتخابات دوم ریاست جمهوری نامزد بودم، این یکی از اساسی ترین طرحهای من بود که من به مجاری بین المللی و به کشورهای منطقه و جهان مراجعه میکنم، چون تروریسم دشمن مشترک عین کار آقای غنی هم و حکومتش هم کرده آقای بیژن، ولی به گفته شما ناکام ماندن. شما چگونه اعتماد دارین که کامیاب میشدین در این تلاشتان؟ هست کجا؟ من موافق نیستم با این برداشت. آقای غنی لاف میزنه به خاطر مذاکرات چهار جانبه. کجا از این منطقی به نظر میرسه که حضور امریکا و حضور چین ناظر باشه؟ بار معنایی ناظر از لحاظ حقوق چی است؟ این ناظر چی معنی داره در بحثی که مربوط به سرنوشت یک کشور است؟ ما ضمانت خواسته بودیم، نظارت نخواسته بودیم. ما گفته بودیم پاکستان اینها ضمانت بکنن که کار نشده. یادتان باشه که ما با واسطه رهبران
غیر مدبر ما دیروز هم اخفال شدیم و امروز هم اخفال میشیم ما. تشکر آقای بیجا. از این چهار چیزی اصول نمیشه. حوزه نشست باید جهان شمول باشه، باید منطقه شمول باشه، باید 20 جانبه 30 جانبه باشه. به چی دلیل باید 4 جانبه باشه؟ جنگ بنیادگرا و جنگ تروریسم با جهان مدنی است در اینجا. نظر شما را شنیدیم. به امید از این که حکومت افغانستان هم نظر شما را شنیده باشه، من ایسی یک فرد، نظر شما قابل احترام است. به شما در فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا هم امروز از دوستان پرسیده بودیم که با نظر در نظر داشت پیش شرط‌های طالبان برگزاری مذاکرات صلح، آیا در آینده نزدیک چقدر ممکن بوده میتونه؟ از جمله دوستانی که نظر دادند، شبانه محمدزی از ولایت لغمان نوشته است: تصمیم گیری در مورد پیش شرط‌های طالبان نیاز به دقت دارد. اگر واقعاً علاقمند گفتگوهای صلح هستند، با کمترین وقت موقف خود را در برابر آن اعلام نمایند. مصطفی محمدی از کابل نوشته: خواست طالبان خروج قوای آمریکایی است و از طرف جامعه جهانی و ناتو قابل قبول نیستی خواست، چون نمی‌خواهند دستاوردهای 13 ساله را از دست بدهند. از سایر دوستانی که به این سوال ما پاسخ دادند سپاسگزار هستیم. شما نیز میتونید نظریاتتان را در مورد پست های این صفحه با ما و دوستانتان شریک بسازید. آدرس صفحه ما در فیسبوک facebook.com/voatv.ashnast. در این زمان اگر تا کنون تلگرام صدای آمریکا را برای خود دانلود نکرده اید، میتونید اپلیکیشن تلگرام را دانلود و به VOADA عضو شوید. پس از ماها نبرد جدی با طالبان، جزو تامهای اردوی افغانستان در ولایت هلمند شاهد یک تغییر فاحش در رهبری هستند. جنرال ویلسون شافنر، سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان، گفت که به شمول قماندان قل اردوی 215 میوند، شماری از قماندانان لوا نیز در آن ولایت تبدیل شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز با تایید این خبر گفت که معین فقیری، یکی از جنرالان متقاعد، فرماندهی قل اردوی 215 میوند را عهده‌دار شده است. جنرال شافنر دلیل این تغییرات را موجودیت فساد، بی‌کفایتی و غیر مؤثریت افراد عنوان کرده است. ده ولسوالی هلمند از خزان سال گذشته به ایسو شاهد حملات طالبان و نبرد سنگین بوده است. طالبان چندین بار با حمله بالای مراکز نظامی مناطق استراتژیک این ولایت را با خطر سقوط هم مواجه ساخته بودند. جنرال راحیل شریف، لیدر ستیز اردوی پاکستان، هم این شایعات و گزارش‌های رسانه‌های محلی را رد کرده که گویا او خواستار تمدید زمان کارش شده است. میعاد کار آقای راحیل شریف به حیث لیدر ستیز اردوی پاکستان در پایان امسال خاتمه می‌یابد. به نقل از یک سخنگوی نظامی پاکستان، جنرال شریف گفته است که او بر تمدید زمان کار باور نداشته و در موعد معین از سمتش کنار خواهد رفت. او گفته است که تلاش به خاطر مبارزه با دهشت افغانی با تمام قدرت ادامه خواهد داشت. اردوی پاکستان در ماه جون سال 2014 میلادی تحت رهبری راحیل شریف یک مأموریت بزرگ تهاجمی علیه شورشیان محلی و گروه‌های تروریستی خارجی را در مناطق سرحدی با افغانستان راه اندازی کرد که به گفته مقامات نظامی پاکستان در نتیجه آن بیش از 3500 جنگجوی افراطگرا کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه میگوید که در جنگ علیه دهشت افغانی عقب نشینی نکرده و تهدیدها تصمیم کشورش را در مبارزه با تروریسم ضعیف نخواهد ساخت. فرانسوا اولاند این مطلب را یک روز بعد از آن بیان کرد که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش با نشر یک ویدیو کشورهای غربی و همسایه ایالات متحده در جنگ علیه گروه دولت اسلامی را هشدار دادند. اغلب در ویدیویی که از سوی گروه دولت اسلامی پخش شده، کسانی که در حملات مرگبار در پاریس در ماه نوامبر سال 2015 میلادی دخیل بودند نشان داده شده است. آقای اولان در جریان روز دوم سفر سه روزه‌اش به هند این سخنان را در کنار نریندرا مودی صدر اعظم هند بیان کرد. دو رهبر قرارداد 9 میلیارد دلاری فروش 36 بال جت رافائل ساخت فرانسه را به هند نیز امضا کردند. راه غیر قانونی رفتن به اروپا حالا هم قربانی می‌گیرد. در یک رویداد غم‌انگیز به روز جمعه، کشتی کوچک حامل پناهجویان در نزدیک یکی از جزایر یونان غرق شد که تعدادی از سرنشینان آن افغان‌ها بودند. کسانی که از این حادثه هولناک جان به سلامت بردند، صحنه دلخراش از دست دادن عزیزانشان را چنین بازگو می‌کنند.
در واقع یه روز جمعه 35 تن هلاک شدند. اسماعیل گل، یک پناهجوی افغان، با تلویزیون بریتانیایی اسکای نیوز از چگونگی وضعیت خود و سایر کسانی که از این فاجعه نجات یافتند خبر داد. مانند صحنه فیلم تایتانیک همه مردم گریه می کردند و صرف 5 دقیقه بعد کشتی ما متوقف و سپس واژگون شد. در همان روز 11 تن زمان هلاک شدند که یک قایق پرجمعیت دیگر در سواحل یونان غرق شد. پسر کاکای من محمد پایین کشتی زیر آب شد. دوباره کوشش کرد برای نفس گرفتن بالا بیاید و بار سوم توانست خود را بیرون بکشد. بیش از یک بر سوم این تعداد را که بروز جمعه حیات خود را از دست دادن اطفال تشکیل می داد. من مادری را دیدم که طفل خردی در آغوش داشت که ممکن مرده بود. او بعد برای اینکه خود را نجات داده به گارد ساحلی برساند، طفل خود را در میان آب رها کرد. میدانید آنچرا که من در آن شب به چشم سر دیدم برایم غیر قابل باور است. رئیس اداره پناهندگان سازمان ملل در جزیره یونانی کاس که در قسمت شناسایی اجساد قربانیان کمک کرده است گفت: وقتی کودکان خوابیده باشند همگی یکسان معلوم می شوند و وقتی با آنان نگاه کردم مثل فرزندان خودم معلوم می شدند. لحظه بسیار دشواری بود. این در حال است که وزرای داخلی کشورهای اروپایی در پی یافتن راه‌های برای مبارزه با هجوم پناهجویان اند که از طریق ترکیه وارد اروپا می شوند. در همین حال اتحادیه اروپا و کمیسیون مشترک هیئت اروپا طی اجلاس مشترک با مقامات ترکیه در انقره امروز در مورد موضوع مهاجرین دیدار کردند. فردریکا موگرینی مسئول مشاور خارجی اتحادیه اروپا گفت: نکته کلیدی برای ما این است که برنامه اقدام در مورد مهاجرت و پناهندگی که در پایان سال گذشته روی آن توافق شده به طور کامل پیاده شود. از آغاز سال 2015 تا کنون دست کم 800 تن در آبهای بحیره اوژه هلاک و ناپدید شده اند. بیش از 1 میلیون پناهجو و مهاجران اقتصادی وارد اروپا گردیده اند. حدود 85% آنها با پرداخت مبالغ زیادی به قاچاقچیان و باندهای قایقران از جزایر یونان در همسایگی ترکیه عبور کرده اند. لیلا ماحبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در دومین روز سفرش به لاوس با صدر اعظم و وزیر خارجه آن کشور ملاقات کرد. آقای کری دیروز وارد لاوس شده و پس از توقف دو روزه به کمبودیا و چین سفر خواهد کرد. هدف سفر آقای کری بحث روی دریافت راه حل برای منازعات کشورهای منطقه با چین و همچنان دریافت راه حل برای ختم تنش‌ها در سوریه و بررسی چگونگی تعاملات با ایران پس از رفع تعزیرات اقتصادی علیه تهران عنوان شده است. در حالی که شهر واشنگتن و همه آن از طوفان شدید برف رهایی می‌یابد، قرار است کنگره ایالات متحده در این هفته هم ضمن غور روی لایحه اصلاح و اصلی سازی سکتور انرژی بر مسائل اقلیمی نیز بحث داشته باشد. جزئیات گزارش را از همکارم می‌شنویم. در کشور ما یک انقلاب انرژی اتفاق افتاده است. رئیس کمیته انرژی سنا خواهان تصویب لایحه از طرف هر دو حزب شد. این لایحه آمریکا را در تولید بیشتر انرژی کمک خواهد کرد. همچنان کمک خواهد کرد که آمریکا پول کمتری برای انرژی بپردازد. ما موافقه کردیم که متخصصین در امور تبدیل گاز طبیعی به مایع را افزایش بخشیم تا اقتصاد و امنیت متحدین ما را بهبود ببخشد. با ترغیب انرژی بادی و انرژی های پاک دیگر توافق کرده ایم. این لایحه به منظور قناعت بخشیدن حامیان صنعت مواد سوخت عضوی است. ما در مشخص ساختن این که کدام کشورها در آینده در جهان نفت و گاز تولید خواهند کرد درگیر یک مجادله جهانی هستیم. آیا اوپک، روسیه یا ونزوئلا خواهند بود و یا ما؟ در این زمان این لایحه به منظور کسب حمایت اعضای کنگره است که در مورد تغییر اقلیم نگرانند. 2015 سال 2015 گرمترین سال در تاریخ زمین ثبت شده است. این حقیقت است. ما واردات نفت خارجی را تا 60% کاهش بخشیده ایم و میزان انتشار گاز کربن را بیش از هر کشور دیگر در جهان کاهش داده ایم. قیمت یک گیلن نفت کمتر از 2 دلار هم بد نیست.
رئیس جمهور اوباما با تعهدی که در نشست جهانی اقلیم یاد کرد میخواهد که امریکا را به صوب آینده انرژی پاک سوق دهد. شغل‌هایی که ما ایجاد می‌کنیم، پولی را که ما پسنداز می‌کنیم، این است که آینده فرزندان و نواسه‌های ما سزاوار آن است. با این همه علایق رقابتی و دیدگاه‌های آینده انرژی آمریکا دیده شود که آیا این لایحه در کنگرس که از نظر سیاسی دو قطبی شده است قبول شده و به امضای رئیس جمهور اوباما میرسد یا خیر. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. هرچند هنوز هم زنان در افغانستان در بخش‌های مختلف به خصوص ورزش با مشکلات فراوانی روبرو‌اند، اما می‌خواهند از طریق ورزش برای مردم و جامعه ایشان دستاوردی داشته باشند. همکارم با ایدولا فایزی گزارش می‌دهد که دختران افغان با همه مشکلات سنتی در جامعه به ورزششان ادامه می‌دهند. کشور چند میلیونی اما با فعالیت کمرنگ زنان، با وجودی که چند سال از فعالیت زنان در بخش‌های مختلف بخصوص ورزش در افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هم دختران با نوعی از مشکلات سنتی روبرو هستند. در حال حاضر نزدیک به 2000 دختر افغان در 20 رشته ورزشی در ولایتی که امنیت نسبی دارد مشغول ورزش هستند. اگرچه دختران افغان با رشته‌های مختلف ورزشی علاقه زیاد دارند، اما در بسیاری موارد با محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی بی‌شمار دست و پنجه نرم میکنند. وجودی که در جامعه مشکلات زیاد است، ما اینجا تمرین میکنیم، مسابقه میتیم. ممانعت خانوادگی از جمله مشکل دیگر است که بسیاری از دختران به دور از چشمان خانواده و بستگان ورزششان ادامه میدهند. میخواهیم با خانواده و فامیل ما و با خود و با مردم نشان بدیم که دخترها را دست کم نگیره و بانه به فوتبال. با وجود این که در سالهای اخیر شمار زیادی از دختران به ورزش رو آوردند و در مسابقات خارجی نیز شرکت کردند، اما هنوز هم استعدادهای وجود دارد که اجازه ورزش را ندارند. فامیلای محترم امیر خواهش میکنم که دختر خانمایی که استعداد داره اونا را قید نکنید، اونا را اجازه بدین که یعنی که رشد کنند. با گفته مسئولین ورزش افغانستان، در یک سال گذشته در کنار مشکلات سنتی و فرهنگی، دختران نتوانستند به علت مشکلات امنیتی و تهدیدهای امنیتی به شکل خوبی در مسابقات ورزشی و یا هم در میادین ورزشی شرکت کنند. در بعضی ولایات ها میتر است که بانوان فعالیت دارند، اما فعالیتاش بیشتر در روی صفحه تلویزیون آماده نمیتونه. قرار است کاروان 190 نفری ورزشکاران افغان به زودی عازم هند شود تا در مسابقات سیف گیم شرکت کند که از جمله 40 تن آنان دختر است. ما باید فعالیت های ما را در قسمت خانم ها بیشتر بکنیم. اما اینجا دختران مانند پسران با صدای کلمه های ناآشنا سکوت را شکستند و با هم با یک صدا به ورزش می پردازند. با امید از این هستم که امنیت روز به روز خوبتر شده، نه خراب. یعنی آرزوی من می هست که خوب شده، اما فعلا وضعیت یک کم خراب است، خوب نیست. این دختران توسط ورزش اهداف بلندی را دنبال می کنند. نیلوفر از جمله دختران است که می خواهد توسط ورزش کشورش به صلح دست یابد. برای مردم جهان نشان بدهم که افغانستان تنها به خاطر جنگ نیست، یک کشور نیست که همیشه در این کشور جنگ باشه. باز محمد مبارز، ورزشکار بخش مبارزه آزاد، که امروز رهسپار تمرینات یک ماهه در تایلند شد و قرار است به تاریخ 12 مارچ با رقیب روسیه‌اش به میدان بازی برآورد، میگوید دختران افغان سهم فعال باید در ورزش داشته باشد. دختر خانم ها بیایند در ورزش در رشته‌های مختلف ثبت نام بکنند و مظهر خدمت برای خودشان، برای جامعهشان، برای مردمشان شود. قرار است در سال روان میلادی مسابقات المپیک جهانی در برزیل برگزار گردد، اما هنوز معلوم نیست که چه تعداد ورزشکار افغان به خصوص دختران در آن شرکت خواهد ورزید. وحید الله فیضی، تلویزیون آشنا، کابل. با دوستان، در حالی که شمار زیادی از مردم در ایالت‌های شرقی ایالات متحده در حال دست و پنجه نرم کردن با برف و بقایای طوفان برفی هستند، یک ستاره باغ وحش واشنگتن در این میان حالت متفاوتی دارد. چنانچه می‌بینین تیان تیان، خرس پاندا، با برف به گونه‌ای دیگر تعامل کرد. او با دو فرزندش جلب توجه خاصه داشت.
بخش دری برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا هم در اینجا پایان می‌یابد. در نیم ساعت بعدی همکارم سعید سلیمان آشنا با تازه‌ترین خبرهای جهان و افغانستان و همچنان منطقه با شما خواهد بود. تا فردا سه‌شنبه خدا نگهدار شما. تیم آشنا صدای آمریکا هر